سلام دوستان، فراز هستم با یه برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. در این برنامه به ماجرای دو ازدواج شکیلا و مخالفت پدرش با خوانندگی میپردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کلیک کنید. شکیلا محسنی صداقت متولد 13 اردیبهشت 1341 در تهران و خواننده است. او تحصیل کرده یه رشته موسیقی از کالج پالومار آمریکا که با الگو از خانم پریسا از 27 سالگی وارد خوانندگی شد و حالا دو فرزند پسر هم داره. خانم شکیلا اولین بار در 4 سالگی آهنگ اشکم دونه دونه ی پوران رو خوند و بعد از اون با تشویق پدر و مادر و علاقه خودش به خوانندگی با حفظ موسیقی خواننده های مختلف ادامه داد. سال 1350 وقتی 9 ساله بود در برنامه سلام همسایه ها توسط فریدون فرخزاد معرفی شد، اما خانوادش از فعالیت حرفه ای او جلوگیری کردند. بعد از مدتی با فوت پدر و مشکلات عاطفی تا مدت‌ها از موسیقی دور شد. سال 1356 وقتی 16 ساله بود نزد استاد محمود کریمی مشغول یادگیری ردیف‌های موسیقی شد، اما بعد از چند ماه با وقوع انقلاب امکان فعالیت از اونها سلب شد. در نهایت سال 1358 برای ادامه تحصیل و فعالیت هنری به آمریکا مهاجرت کرد. در آمریکا با رشته مهندسی کامپیوتر وارد دانشگاه شد، اما مدتی بعد به خاطر عدم علاقه قید تحصیل رو زد و با تشویق دوستانش مشغول خوانندگی شد. مدتی بعد وارد کالج پالومار در رشته موسیقی شد تا اینکه به صورت حرفه‌ای سال 1368 وقتی 27 ساله بود اولین آلبوم خودش به نام با من مدارا کن رو منتشر کرد. خانم شکیلا اولین بار با آقای بابک محسنی ازدواج کرد که ثمره این زندگی دو فرزند پسر جوان به نامهای شهرات و بهراده که در آمریکا بزرگ شدند. این زندگی اما سالها بعد به خاطر اختلافات ایجاد شده منجر به جدایی شد. خانم خواننده تا سال 1371 دو آلبوم دیگه هم انتشار داد تا اینکه از سال 75 تا 86 به مدت 11 سال طی قراردادی با کمپانی کلتکس رکورد بیش از 8 آلبوم منتشر کرد. ایشون از سال 1391 شرکت موسیقی شکیلا اینترتینمنت رو تأسیس کرد و بیش از 10 تک آهنگ رو در کمپانی خودش ثبت و منتشر کرد. او در سال 94 با انتشار آلبوم گنج نهان در بیلبوردهای موسیقی جایگاه اول رو به دست آورد. خانم شکیلا در سال 1384 جایزه خواننده برتر آکادمی موسیقی فارسی را به دست آورد و سال 93 هم جایزه جهانی موسیقی را گرفت. تاکنون نیز در جوایز رسانه هالیوود در بخش رسانه‌ای دو بار نامزد شده و یک عضو رسمی در رأی‌گیری جایزه معتبر گرمی می باشد. خانم خواننده چند سال پیش برای دومین بار با آقای علیرضا توانگر نوازنده و آهنگساز ازدواج کرده که حالا در ساخت آهنگ با یکدیگه همکاری میکنند. خانم شکیلا میگه من یک عاشق واقعی طبیعت هستم و تمام فصول رو دوست دارم، اما در درجه اول فصل بهار یک حس و حال دیگه ای داره و سپس پاییز و زمستون رو دوست دارم. صدا و لحن زیبای او که هدیه خداوندی است در پیوند با ادبیات غنی فارسی تلفیقی کم نظیر پدید میاره که شخصیت فروتن شکیلا نیز مکمل اون شده و در آثارش نمایان شده. بدون شک که چنین آثاری رتبه والایی از هنر و احساس رو در شنونده به جا میذاره. علاقه شکیلا به عرفان و ادب عرفانی این مرز و بوم زبان گشوده‌ای رو برای خواندن اشعار حضرت مولانا به روی او باز کرد که به آثارش در این زمینه احساسی ملکوتی عطا می‌کنه. شکیلا تا امروز 11 مجموعه موسیقی به هنردوستان ایرانی تقدیم کرده و دوستدارانش همچنان و هر لحظه منتظر کارهای جدید او هستند. صدای شکیلا در مقام آوای برگزیدگان شرق در مجموعه اپراتیکا شاین افتخاری بزرگ برای او و هممیهنانشه. صدای او از میان ده ها صدای آشنا و گمنام شرقی انتخاب شد. ادای دین شکیلا به بزرگان موسیقی این مرز و بوم بازسازی و بازخوانی آثار ارزشمندشونه.
خانم خواننده نقش خودش رو در نقل سینه به سینه احساس و آثار از نسل و نسل‌های پیش به آیندگان به نیکی درک می‌کنه تا که امید به جاودانگی هنر رو تحقق ببخشه. شکیلا رسالتش رو در گرمای کانون خانواده و در پرورش فرزندانش شهرات و بهراد با آرزوی بازگشت به وطن و تقدیم اجرای زندگی برنامه‌اش به سرزمینش می‌بینه و در این شغل روزگار می‌گذرونه. یکی از افتخارات زندگی هنری شکیلا دریافت جایزه آکادمیک موسیقی در اکتبر سال 2005 میلادی به پاس آثار ارزشمند او در موسیقی ایرانی. علاوه بر زندگی هنری افتخار آمیز او، زندگی شخصی شکیلا نیز تحسین برانگیزه. در بین همه خوانندگان معروف دنیا، به خصوص خوانندگان زن، تعداد نسبتاً کمی تونستن هم در زندگی هنری و هم شخصی آنگونه که باید و شاید موفق باشن. به تحقیق و گاهی به اذعان این افراد در مقاطعی از زمان زندگی شخصی اونها قربانی زندگی هنریشون شده و از اون باز موندن یا به ابتذال کشیده شده. اما در مورد شکیلا حتی تا به حال چنین شایعی هم نبوده. او تونسته با حفظ اصالت و نجابت ایرانی سالها هنرمندی کنه و به طور همزمان در همه عرصه‌های مختلف زندگی موفق باشه. در حال حاضر شکیلا به عنوان یکی از محبوب ترین خوانندگان ایرانی می درخشد و طرفداران بسیاری هم داره. خانم شکیلا آثار ماندگاری رو در کارنامه هنری خودش داره که از جمله نوایی، غیبت نور، دل من، خط سوم، ارسیه های عاطفی، بیار ماییم، ردای عاشقی، دل مجنون، بازا، قوقای ستارگان، مرغ سحر، قوم به حج رفته، تک درخت یا بیداد زمان و نوایی اشاره کرد. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر به برنامه های ما علاقه مندید، میتونید در زیر همین ویدیو با سابسکرایب کردن عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله اولین نفر از ویدیوهای ما با خبر بشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.